تابستان شلوغ ریال مادرید، سکوت پدیده بارسا شکست، رفتارهای عجیب و غریب پی اس جی با امباپه. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. با وجود تابستان شلوغ که ریال مادرید سپری کرده است، هنوز یک کار ناتمام در پروژه این فصل پرس باقی مانده است. ایلایکس موریبا، ستاره جوان بارسا، با انتشار پست در صفحه رسمی اش به صحبت‌های اخیر سرمربی تیم و آشیاهای ایجاد شده در خصوص او واکنش نشان داد. سران پی اس جی به نظر از کلیان امباپه دلخور هستند و این را میتوان از صفحات اجتماعی رسمی باشگاه نیز متوجه شد. ریال مادرید در تابستان کنونی قراردادهای زیاد تمدید کرده است و بازیکنان زیاد را نیز به فروش رسانده است. فروش مارتین اودگارد به آرسنال و تمدید قرارداد کریم بنزما به این معنا است که ریال مادرید 14 قرارداد در پنجره نقل و انتقالات داشته است. اما هنوز این امید وجود دارد کلوس بلانکوس تابستان را با خرید کلیان امباپه به پایان برساند تا دوباره لقب کهکشانی شایسته ریال مادرید باشد. ریال مادرید توانسته ترکیب تیم اصلی خود را به 25 بازیکن کاهش دهد، صورت حساب دستمزدها را کاهش داده و تقریبا 90 میلیون یورو از فروش بازیکنان خود جمع آوری کرده است، در حالی که برخی بازیکنان را نیز قرض داده و قرارداد برخی بازیکنان کلیدی را تمدید کرده است. این 14 قرارداد فوق بین دو خرید، داوید آلابا و کارلو آنجلوتی، یک خروج سرخو راموس، 6 تمدید قرارداد لوکا مودریچ، لوکاس واسکز، ناچو فرناندز، دانی کارواخال، تیبو کورتوا و کریم بنزما. دو فروش، رافائل واران و مارتین اودگارد و 3 قرارداد قرضی، براهیم دیاز، تاکی فوسوکوبا و ویکتور چوست بوده است. در ابتدای تابستان هیچ خبر از رئال مادرید وجود نداشت، زیرا آنها ابتدا قرارداد داوید آلابا را به صورت آزاد در پایان ماه می اعلام کردند و مدافع اتریشی جایگزین سرخو راموس شد. راموس که اجازه راه رفتن داشت و قرارداد او در 30 جون به پایان رسید. جدایی کاپیتان ریال مادرید تنها چند هفته پس از آن صورت گرفت که زیندن زیدان سرمربی این تیم اعلام کرد که برای دومین بار از سمت خود کنار می رود، بنابراین لاس بلانکوس مجبور شد سریع عمل کند و در نهایت تصمیم گرفت کارلو آنجلوتی را به این تیم بازگرداند. علاوه بر آنجلوتی، یکی دیگر از افرادی که به ریال مادرید بازگشته است آنتونیو پنتوس، مربی بدنساز سابق این تیم است. ریال مادرید تلاش زیاد برای نگه داشتن بازیکنان با تجربه خود انجام داده است. بنزما آخرین بازیکن است که روی یک قرارداد جدید را امضا کرده است. این بازیکن فرانسوی تا سال 2023 با این باشگاه قرارداد دارد. تابستان با متحد شدن لوکا مودریچ با باشگاه برای یک فصل دیگر آغاز شد و پس از او لوکاس واسکز، ناچو فرناندز، دانی کارواخال و تیبو کورتوا به دنبال او قراردادهای خود را تمدید کردند. ریال مادرید در ابتدای پنجره مصمم به فروش برخی بازیکنان بود و توانست 90 میلیون یورو از فروش رافائل واران و مارتین اودگارد به دست آورد. مسئله این است که در حالت ایدئال لاس بلانکوس واران و اودگارد را باید حفظ میکرد، زیرا این تیم امیدوار بود ابتدا برای گرت بیل، لوکا یوویچ، ایسکو و ماریانو دیاز مشتری پیدا کند. در عوض به نظر میرسد که این 4 بازیکن یک فصل دیگر در باشگاه خواهند ماند، اما به احتمال زیاد یوویچ قبل از پایان پنجره نقل و انتقالات ریال مادرید را ترک میکند. برخی از بازیکنان جوان ریال مادرید که زیر نظر آنجلوتی فرصت بازی نداشتند قرض داده شدند. تاکی کوبو راهی ریال مایورکا شد و براهیم دیاز دوباره به میلان پیوست. ویکتور چوست نیز پس از تصمیم گیری مبنی بر این که خصوص وای خود چهارمین مدافع میانی این فصل ریال مادرید خواهد بود، به صورت قرضی به کادیز اعزام شد. ممکن است جوانان بیشتر به صورت قرضی از ریال مادرید جدا شوند، زیرا هنوز تصمیم نهایی درباره میگل گودیرز، آنتونیو بلانکو و سرخو آریباس گرفته نشده است. اما همه اینها به کنار، ریال مادرید خود را آماده میکند تا آخرین شانس خود را برای جذب کلیان امباپه، ستاره ناراضی پاریس سن ژرمن، امتحان کند که این مسئله میتواند مهمترین بخش تابستان شلوغ ریال مادرید باشد. پس از اینکه رونالد کومان سرمربی بارسا روز گذشته در نشست خبری قبل از دیدار با بیلبائو از ستاره اش رساله تیمش انتقاد کرد، موریبا نیز سکوتش را شکست و پاسخ او را داد. پس از اینکه موریبا پیشنهاد تمدید قرارداد جدید بارسا را به خاطر دستمزد کمی که به او پیشنهاد شده بود را رد کرد، کومان از او انتقاد کرد و گفت بازیکنان جوان نباید از همین حالا به فکر پول باشند. کومان گفت وضعیت او برای من وحشتناک است، او 18 ساله و بسیار جوان است، او آینده باشگاه است. توصیه من این است که پول نباید برای او از همه چیز مهمتر باشد. پس از این صحبت های کومان و در آستانه دیدار امشب بارسا برابر بیلبائو، این هاوک پر انرژی در استوری اینستاگرامش نوشت هزاران شایعه و هیچ کس حقیقت را نمیداند. این بازیکن جوان در 14 بازی پایانی بارسا در فصل گذشته فقط در یک بازی برای تیمش به میدان رفت، در حالی که او یک سال دیگر با تیمش قرارداد دارد، اما بارسا برای فروش این محصول آکادمی 15 میلیون مبلغ تعیین کرده است. منابع میگویند موریبا حاضر است یک فصل کامل را در تیمش نیمکت نشین باشد و سپس سال بعد بارسا را ترک کند. گفته می شود آربی لایپزیگ در آلمان علاقمند جذب او است، اما این تیم واضح اعلام کرده است که حاضر به پرداخت این رقم برای او نیست و حاضر است با 5 میلیون یورو این هافبک آینده‌دار را به خدمت بگیرد. سیتی هم اعلام کرده است که حاضر است به صورت رایگان موریبا را جذب کند. کلیان امباپه عزم خود را جزم کرده و قصد دارد راهی ریال مادرید شود. او اخیراً به ناصر الخلیفی مدیر پی جی نیز این مسئله را اطلاع داده است که تمدید نخواهد کرد و ترجمه دهد در همین تابستان به ریال مادرید برود.
پی اس جی اما تمایل برای فروش امباپه ندارد و حتی حاضر است قید 150 میلیون یوروی ریال مادرید را بزند و سال دیگر ستاره فرانسوی را رایگان از دست بدهد. از قرارداد امباپه تنها یک سال باقی مانده و او میداند که در صورت تمدید دیگر راه خروج نخواهد داشت. دیروز به ساعت قبل از شروع بازی پی اس جی برابر برست صفحه تویتر پی اس جی اقدام به انتشار تصاویر از داخل رختکن کرد که در آن پیراهن ده بازیکن دیده میشد ولی خبر از کیلیان امباپه نبود. اتفاقی که فصل گذشته غیر ممکن بود رخ بدهد. تصاویر از ورود بازیکنان پی اس جی به ورزشگاه نیز کار شد که در میانشان امباپه دیده نمیشد. چند روز پیش نیز ویدیویی از امباپه در صفحه رسمی باشگاه منتشر شد که مربوط به سوت زدن های اعتراضی هواداران علیه او در جریان بازی به استراسبورگ بود تا مشخص شود که باشگاه از رفتارهای اخیر او ناراضی است. در بازی دیشب امباپه موفق به زدن گل دوم پی اس جی شد و کمک کرد تیم 4-2 برنده شود و البته در صفحه تویتر و اینستاگرام باشگاه نیز تصاویر از او پس از تعویض منتشر شد که از درخشش خود ابراز خوشحالی می‌کرد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.